به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب برنامه رو اجرا کردم با استاد سورنا چگینی، بسیار جالب بود درباره تحلیل و بررسی این حمله احمقانه و جنایتکارانه اسرائیل به کنسولگری ما در دمشق و اونجا بررسی جامعه انجام شد. ولی یه مقاله در صورت هستش و این مقاله بازتابی هستش از تصمیم محکم رهبرمون که چه کار باید کرد و من نتونستم که برنامه نسازم در این باره و یه نکاتی رو عنوان کنم. میخوام برم سراغ این تصمیم رهبرمون به مقامات نظامیمون و همچنین تسلیت. این بسیار جالبه و نکات مهمی درش هست، حالا با شما در میون میگذارم. ببینین این مقاله هست که در نشریه های مختلف چاپ شده و در اخبارم دربارش صحبت شد. خب اول از همه که این عکس خوشگل رهبرمون رو ببینین، کیف بکنین. خوشگل هم در ظاهر و بیشتر در ذهن و در سیاستاش. برای من ایشون بسیار زیبا هستن، برای اینکه افکارشون رو دوست دارم. خب در صورت ما اینجا در این عکس میبینین که 7 تن از سرداران نازنینمون اینجا به شهادت رسیدن و خب جا داره که اسماشون رو اینجا بگم. البته که سردار در واقع سرلشکر محمد رضا زاهدی، مهندس محسن صداقت، سردار محمد هادی حاج رحیمی، سید مهدی جلال، علی آقا بابایی، علی صالحی روزبهانی و یکی از شهیدانم هستش که من اسمش رو اونزیر ننوشتن و منم در اصلا نمیتونم اینجا ببینم که نمیشناسمشون کی هستن، ولی در اصلا روانشون شاد. میخوام برم این کوتاه این مقاله رو بخونم، بعد باهاتون یه خورده کوچولو حرف دارم. ببینین، پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و همرزمانش. خب شما میدونین که سرلشکر محمد رضا زاهدی ایشون خیلی مهم بودش، برای اینکه یکی از سران فرماندهان مهم سپاه قدس بودش که فرماندهی عملیات رو در سوریه و عراق ایشون به عهده داشت و کلن اون منطقه، و در هر صورت اونا به خوبی میدونستن چه کسانی رو بزنن. بسیار تأسف آوره که میان دنبال نخبه های نظامی ما. ببینین، خیلی زمان میبره تا یک نخبه نظامی پدید بیاد، یک استراتژیست، یک شخصی که در عملیات نظامی مهارت داره و فکر خوب داره. یعنی میخوام بگم اینا خیلی آسون اینطوری پدید نمیان. مطمئنم که تعداد در خور نگرشی در دفاعیمون داریم، حتما داریم، اما در هر صورت از دست رفتن یکی از اینها هم یه اندوه بزرگه و یک زیان بزرگه برای دفاعیمون. خب روانشون شاد. میرم با این سخنان رهبرمون رو میخونم. ببینین، پیش از اون که این کار رو بکنم میخوام بگم که رهبر ما با اینکه قلب رعوفی دارن و شما میبینین که ایشون یک شخصی هستش که بسیار عرفانیست، بسیار عاطفی هست، میبینین که از شبهای شعر و شاعران و اینا و بسیار هم آگاه و دانا و بسیار مسلط به زبان. بسیاری از افرادی که تسلط دارن به زبان و به چند زبان، در صورت اینا اشخاص بسیار عاطفی میتونن باشن و رهبر ما یکی از همون هست. اما در تصمیم های مهم کشور و سیاست های کلان به جای جاش قاطعانه و محکم میان و تصمیمی رو میگیرن که باید گرفته بشه و اینجا واقعا میگم من افتخار میکنم به وجود داشتن ایشون و به ویژه در این شرایط حساس که اومدن و یک حکمی رو صادر کردن که من مطمئنم ارتش و سپاهمون گوش به فرمان هستن و فقط منتظرن که ایشون لب تر بکنه و اونها اجرا میکنن.
این اون چیزهای قشنگی است که ما در دفاعیمون داریم. در واقع این نظام، اون میخوام بگم نظام، یه بخش مهمش همین ها هستن، رهبرمون هستن و در واقع به عنوان فرمانده کل قوا و ایشون هستن که تصمیم میگیرن که چه باید بشود. خب رژیم خبیث صهیونیست را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. این خیلی خوشگله. رژیم خبیث صهیونیست را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. دم شما گرم رهبر عزیزمون. ما واقعا خوشحال شدیم و دلمون راحت شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم قاصب و منفور صهیونیست تاکید کردند آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به قول و قوه الهی. و رهبرمون وقتی یه حرفی رو میزنن عمل میکنن، ایشون اهل عمله. من فقط همون سه چهار خط اولیش رو خوندم، این کافیه و زیرش هم ایشون امضا کردن. میخوام برم سراغ حرفای خودم و ببینین تاریخش هم هست، 14 فروردین 1403. اینو در رسانه ها دیدین، در جاهای دیگه دیدین کلش رو، و من در واقع این عکس خوشگل رو میذارم اینجا باشه. میخوام برم صحبتهای خودم رو داشته باشم. ببینین اون چیزی که اون چرا که خودم فکر میکنم پاسخ کوبندهی خواهد بود، در واقع معادله به مثل نیست. مثلا برن سفارت رو برن سفارت رو بزنن یا سفارتی رو بزنن، البته اونم میتونه یه راه باشه، اما اگر که بخوایم این رژیم رو از این کودک کشیش و جنایتاش در غزه در واقع ناکارآمدشون بکنیم، چه بسا ایران به این فکر بیفته که بره دنبال زدن پایگاه‌های نظامیشون و ناکارآمد کردن پایگاهی که از اونجا هواپیماهاشون پا میشن و موشک میزنن، برن دنبال پایگاه موشکیشون و اینا رو بزنن درب و داغون بکنن. چه بسا نظامی ما این راه رو بره و اونها رو ناکارآمد بکنه که دیگه نتونن اصلا موشک به جایی بزنن، به غزه بزنن یا بخوان به لبنان بزنن، به سوریه بزنن، به عراق بزنن، دیگه در واقع بزنه و درب و داغونشون بکنه که نتونن دیگه از جاشون پاشن. ممکنه که یه چنین تصمیمی بگیرن. من حالا نمیدونم که دفاعی ما و در واقع سیاست های کلان ما آیا در این وهله زمانی میخواد که اینا رو همونطور که گفتن از پهنه و صحنه جهان نیست و نابود بکنه، یعنی کاری بکنه که اینا دومشون رو بذارن رو کولشون برن. نمیدونم که وقتش رسیده یا نه، ولی آنچه را که میدونم در نشریه فارین پالیسی آمریکا برای اولین بار اینا چی میگن به این اسرائیلی ها و به نتانیاهو، خطاب به نتانیاهو، این خب میگم برای نخستین بار یه چنین پیام هایی رو میشنویم از این نشریه، و اون اینه که به اسرائیل دارن میگن شما بیشتر از یک پایگاه برای ما نیستین، بیشتر از یک پایگاه نظامی برای ما نیستین. حالا این معنیش چیه؟ تا به حال اینا جرئت نمیکردن چنین پیامی به این اسرائیل و به نتانیاهو و این دار و دسته خبیث بدن. اینا خودشون اونا رو در واقع پدید آوردن. تا به حال اینطوری نبوده، تا به حال اسرائیل در کنترل آمریکا بوده، در اصل اینطوری به نظر میرسه و اسرائیل بوده که صحنه گردان بوده، اما الان به نظر میادش که یه مدلی صحنه داره عوض میشه. به نظر میرسه که سیاست های کلان آمریکا هم داره شیفت میکنه، یه مدلی عوض میشه و الان اونها هم دارن به اسرائیل میگن بگیر بشین سر جات، تو فقط یک پایگاه نظامی بیشتر برای ما نیستی، بنابراین آنچه را که ما بهت میگیم باید انجام بدی، نه اینکه آنچه را که خودت میخواهی. و حالا چه کسانی هستن این فارین پالیسی؟ اینا که از خودشون که نمیتونن بیان مقاله بنویسن. خب من اینطوری این رو میبینم که همون جریان صهیونیسم اعظم هم از دست این سکتولشون، از دست این
جگرگوشهشون، از دست این جنایتکارا، اونا هم دارن میبینن که بدجوری منافعشون داره به خطر میفته و در واقع نه تنها منافعشون بلکه چهرهشون هم لجنمالی میشه. بالاخره در کشورهایی که اینا حکمرانی میکنن و در واقع نوکرانشون رو اونجاها دارن و به گونه اینا وصف هستن مثل یه شبکه، آبروشون تو این شبکه هم رفته. همون صهیونیسم اعظم رو میگم و همون دولت سایه آمریکا رو میگم. همینها الان از کارهایی که اسرائیل داره میکنه چه بسا بسیار ناراضی هستن و دارن بهش پیام میدن تو بیشتر از یک پایگاه نظامی برای ما نیستی، تو هستی که باید تابع تصمیمات ما باشی و نه برعکس. یادمون هستش که نتانیاهو اومد تو کنگره آمریکا خلاف خواست آقای اوباما و اونجا اومد برای خودش سخنرانی کرد و این اعضای کنگره سرسپرده بدبخت مزدور و ضد منافع آمریکایی اینا همشون براش کف میزدن و هورا میکشیدن و رئیس جمهورشون نیامده بودش. درست قشنگ معلوم بودش که کی داره آمریکا رو میگردونه. به نظرم میادش که یه مدلی ورق داره بر میگرده. حالا در صورت نه اینکه بخوام بگم خیلی خوب داره میشه و یا اینکه ما از شر این صهیونیسم جهانی، از شر و مزرات اینا خلاص میشیم، اما در هر صورت اگر که اینا کاری بکنن که این رژیم اشغالگر کودک کش این یه مدلایی خط در واقع به پایان برسه، دورش به پایان برسه و نتانیاهو که یه مهره سوخته است، این داره دهنکای آخرش رو میزنه، اینو مطمئن باشین. نتانیاهو هیچ شانسی نداره برای اینکه حتی بتونه زنده بمونه. من فکر میکنم که مردم انقدر از دستش ناراضی هستن چه بسا بریزن بکشنش. یه جریانای تو همون سرزمین های اشغالی علیهش هستن، چون که میخوام بگم این اومدش و منافع خودش رو ارجحیت داد بر منافع همین کشور اشغالگر، همین زحماتی که کشیدن 75 سال اونجا اشغال بکنن، در صورت اون رو همه داره به فنا میره، به باد میره و یه کسانی در همون بین همین اشغالگرا، سران سیاسی اشغالگر اینا بدجوری با این مخالفن و در افتادن باهاش و چه بسا این دیگه شانسی حتی برای زنده موندن هم نداشته باشه. یعنی این یه مهره سوخته است، ولی پیام آمریکایی و فارین پالیسی در واقع به این جریان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی است، به سران اونهاست. مهم نیستش که کی هستش و چی هست و چی کار داره میکنه، در واقع اون داره میگه که شماها یه شعبه ای از ما هستین. من بارها در برنامه هم گفتم اینا ایالت 53 آمریکان یه پایگاه نظامی هن. بارها گفتم و حالا میبینیم که در فارین پالیسی به این میپردازن و این رو میگن. خب من این رو تموم میکنم و میگم که دم رهبر عزیزمون گرم و ایشون گفتن که رژیم خبیث صهیونیست را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. دم رهبرمون گرم، آفرین. و مردم ایرانیان وطن دوست و وطن پرست خوشحال میشن و من مطمئنم که یک انتقام سخت در راه. خب انتقام سخت هم که ما گفتیم اخراج آمریکا از منطقه و در واقع نابودی اسرائیل به این معنی که اینا باید دومشون رو بذارن رو کولشون برن، جریان اینه. حالا به جز این، ولی الان حتما پاسخ کوبنده به اینها داده خواهد شد. خیالتون تخت باشه وقتی که رهبرمون میان چنین صحبتی میکنن و این اشغالگرا همشون به دست و پا افتادن، الان شب و روزشون نمیدونن، یک و بیست دقیقه شبه یا یک و بیست دقیقه روزه یا روز قدسه بعد از ماه رمضونه. همشون به تکاپو افتادن و دارن میرن قایم میشن تو سوراخ موشا و این ور اون ور رو و در واقع زنگ خطرها به صدا در اومده، چون معلوم نیستش که ایران چجوری حمله میکنه، به کجا حمله میکنه و کی حمله میکنه. اینو خود ایران تصمیم میگیره دیگه. من مطمئنم که دفاعی ما هوشمندانه عمل خواهند کرد. عضو کانالا بشین، به اشتراک بگذارین، لایک بکنین. با عشق و عاشقان ایران در پناه حق باشین.